پیامبر اکرم داریم که اون چه در امم سالف اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق میافت. در امم گذشته دشمنی آشکار، محاصره های اقتصادی، نفوذ ها، گردش ها، تغییر ماهیت ها، همه اینا اتفاق افتاد. یعنی پیامبری آمده مانند موسی، فرعون در برابرش آمده، شروع کرده با موسی و مؤمنین نبرد کرده. این در امت من هم اتفاق بود، مؤمنین رو تحت فشار اقتصادی قرار داد. در امت من هم اتفاق می افته توسط دشمن. نفوذ بین یاران موسی، یه سامری پیدا شد، تو امت من هم اتفاق بود. بازگشت از خط، یعنی آدم های خوبی بودن، با موسی هم همراه بودن، یه بار رسیدن دیدن از اینجا به بعد دیگه دلیلی نداره همراهی بکنیم. چرا؟ رسیدیم به مال و منال و زندگی راحت بکنیم. بله، اولی که اومده بودم توی اردوگاه همراه با حضرت موسی، من مسلوا بود و ابر، هیچی دیگه من، یعنی برای آسایش شب ابره میومد پایین، یه خود هوا دم میکرد، گرم میشد، همونجا تو بیابون میگرفتم میخوابیدم، روز یه خود میرم بالا آفتاب نخورن، همین بود. غذا هم من و سلوا بود. اومدن جلو تو اردوگاه، کار یاد گرفتن، خیمه درست شد، بالش درست شد، لافت و دوشک و لن نسبر علا طعام واحد، این منور غذا آوردن و هام گوسفندی و گاوی و شتری و طلایی و نقره ای. و خب زندگی ها از اون وضعیت اولیه در اومد، شدن یک زندگیه، یه دهی سرمایدارترن، یه دهی فقیرترن. اومدن یهو گفت باید بریم بزنیم قدس آزاد کنیم. موسی این نفیه ها قوم جباری، گردن گرفتن، ما حریف نیستیم، لن ندخلها، نمیام، فصحب انت و رب بود، برو ما اینجا نشستیم. یعنی چی؟ یعنی بازگشته از خط، نه آدم نفوذیه، نه آدم فرعونه، آدم هیچکی، آدم حضرت موسی است، اما دنیا همراه با موسی، زیر دهن برش مزه کرد، حالا میگه دیگه انجام باید نه، گفت این تو امت من هم رخ میده. اینا هم حکومت پیامبر تو اون کار پیامبر تو اون 23 ساله تمام اون رو اومد تکرار کرد و خدا براش آیه فرستاد، شد یه تجربه برای امت پیامبر که بابا این قضایاست، این هم راه برخورد بشه. یکی از اموری که پیامبر اکرم بهش مبتلا شدن این بود که پیامبر اکرم اومدن حکومت تشکیل دادن تو مدینه، ابزار هم نداشتن، شمشیر نداشتن، اسب نداشتن، پول نداشتن، درآمد نداشتن، همه اینا نبود. دور حضرت دشمن، قبائل یهودی سگانه. پیامبر اکرم شروع کرد با اینها رو اصول قرآنی رفتار کردن، یهو گفت الان باید بریم بزنیم بنی نذیر رو جمع کنیم، بنی نذیر خیانت کرده. بعدن گفتن که یا رسول الله نذر، چرا؟ اینو میدونی چه عقبه ای دارن؟ آره، تو بزنی مدینه با همراهان اینا میشه محاصره،
محاصره که شد هیچی دیگه نمیرسه اینجا، نرسید اینجا میخوریم زمین. به کی دارم میگم؟ به پیغمبر. خب یه موقع از این راست میگه، حضرت دلیل میاره میگه نه اینطور نی، اما حضرت نگاه میکنه نه این راست نمیگه. این تو چند تا مطلب کم آورده؟ یک، ترسیده، بی خودی ترسیدی، تو محاسبه یه معادله این رو اشتباه کردی. آره اون شمشیر زیاد داره، اسب زیاد داره، پول زیاد داره، اما اون نیرو نداره. چه نیرو نداره؟ اون اعتقاد به خدا نداره، او برای دنیاست. تا ببینه تیغ داره دم گردنش میره در میره، و جماعه زیاده اما بنیان نیست. تو فقط حاضر باش که در راه خدا ثبات قدم پیدا میشه. اینو باور نداشت. تو جنگ بعد چی اتفاق افتاد؟ تو جنگ بعد اونا گفتن آقا این برابری نیرو نیست، دریم بریم. حضرت عمود که میدونه خدا چی گفته ها، خدای متعال گفته اگر در ندید وایسی 2000 تا ملائک میان، 2000 تا اونا، ما هم 313 تا میشیم 2313 تا، طرف مقابل چند تا؟ 1000 تا. گفتن یا رسول الله اینا اسب هم دارن، شمشیر هم دارن. فرمود آره مصومین، اصلا علامت دارن. گفتن خب حالا میبری. خدای متعال فرمود چی؟ ما جعله الله الا بشرا لکم ولی تطمئن قلوب بکن. گفت بابا این برای اینی که قلبت محکم بشه، و من نصر الا من عند الله، پیروزی به ملائک و اینا کاری نداره. من به تو گفتم تو بیا تو میدون، من یاریت میکنم، تو با همین 313 تا پیروز میشی، اون 2000 تا کدومه؟ اون ایمانه سسته یا نه؟ یه ایشون میدیدن وقتی میخوام برن روابط تجاری ممکنه قطع بشه، پول تو جیبشون نیا، میرفتن تو ارتباط ها. آیا اومد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، بابا نرو سراغ یهود، نرو سراغ اون مسیحیتی که با تو اعلان نبرد داره. لا تتخذوا یهود و نصارا اولیا. اولیا میدونی یعنی چی؟ یعنی ارتباطاتی که اونو با دست بالا دست تو قرار بده، اون بالا دستی که قرآن گفته هرگز حق نداری. نرو سراغ اون. چرا؟ من یتوله منکم، من یتوله منکم، هر کی بره با این ارتباط این گونه برقرار کنه فانه منهم، تو اونی دیگه. چرا قرآنی نمیگه؟ میگه تو وقتی آمدی رفتی با اون ارتباط برقرار کردی، دو تا کار کردی. یک، رفتی با اون ارتباط برقرار کردی، به اون اطمینان خاطر دادی. دو، به دلیل اینکه با اون هستی، اون فهمید تو نیروی پیغمبر نیستی، بنابراین به او روحیه دادی، او فهمید تو با او نیستی. من یتوله منکم، اگر کسی بره فانه منهم، درسته بین من زندگی میکنی ولی تو دیگه نیروی اونی. والله لا یهدی القوم الظالمین. حالا بعد فرمود چی؟ فتر الذین فی قلوبهم مرض، اینایی که مریض القلب. یعنی چی مریض القلب؟ یعنی یا فقط با تو آمده و پول برسه، نگاه میکنه این پوله داره شل میشه، یا شیطان تو قلبش رخنه کرده میگه اگه اونا بیان خونه زندگی از بین میره با، یا نه اصلا بهش گفته تونی این ارتباط رو برقرار کنی ما فلان پول رو بهت بدیم. آن یکی از این عوامه یسار اون فیه، هی تلاش میکنه ارتباط برقرار بشه، هی تلاش میکنه که خب تو جامعه پیغمبره. این مسلمان ها نمیزدن تو دهنه این؟ نه. چرا؟ این در برابر پیغمبر یه استدلالی میابر که عوام و ناس فکر میکردن استدلال درسته دیگه. میگفتن آقا تو چرا این میری با اینو ارتباط میگیری؟ میگفت نقشا انتوسی بنا دائرتا، نمیدونی داره اجماع جهانی علیه ماست. من دارم قرآن تفسیر میکنم، به امروز کاری ندارم. نقشا انتوسی بنا دائره یعنی همین، بابا داره اجماع علیه ما حاصل میشه، من باید این اجماع رو بشکنم. اینه نقشا انتوسی بنا دائره، دائره یعنی محاصله، محاصله توسط کی؟
آقا اجماع میکنم ما رو بزنن زندان. حرفشون اینه. وقتی هم اینو میگن مسلمان میگن آره دیگه راست میگه یا رسول الله کتابی ها دیگه. اینقدر استدلال اینا عوام پسند بود که از دست رسول الله کاری بر نمیومد، خدا یه نازل میکرد که چی؟ که رسول الله راست میگی تو. اینا الان حرفشون میگیره، اما فعلا بساز با این مشکل. حالا نمیتونی حل کنی، پکی حل میشه اصلا الله ان یعطی بالفرد. تو روش خودتو ادامه بده، تو ارتباطات نگیر، نرو تو حرف اینا که میگن، حرف خودتو محکم بزن. خب با اینا چیکار کنن؟ اصلا الله ان یعطی بالفرد، خدا یهو پیروزت میکنه. او امر من عنده، یا یه قضیه رخ میده یهو میبینن عجب حرف بی ربطی زدن، نقش و انتوسی و دائره بی ربط بود. فیوس به هو علاما اصل رو فیم فسنیم نالمی، وقت اون فتح و بیروز جامد پشیمون میشن، میگن کاش که نمی گفتیم آبرومون رفت. اینو برای چی خود نمیخوام کن؟ این امروز تکرار شده. بنده میخوام امروز بگم ما تو کدوم مرحله مدینه ایم؟ خدا رحمت کنه حضرت امام اومد ما رو فراخوان کرد، در اینجا یه حکومت نبوی تشکیل شد. بدون تردید حکومتی که اینجا تشکیل شده سبکش سبک حکومت نبویه. چرا؟ چون در اونجا حاکم رسول الله بود، در اینجا حاکم ولی فقیهه. ولی فقیه مستند میشه به پیامبر اکرم. حضرت امام فرمود که ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول الله، ما همون رو پذیرفتیم. ولی ما در برابر بیان مقام معظم بری هر چی او بگه دیگه خدا رحمت کنه حضرت. حضرت امام به این فراخوانمون کرد، همه اون چیزی که برای رسول الله پیش آمد شروع کرد پیش آمدن. یعنی چی؟ یعنی حضرت امام اومد شروع کرد این تیغه رو گذاشت علیه آمریکا از اول. اول گفت آمریکا شیطان بزرگ است، یه رو ریختن سرش. گفتن آقا نگو، چرا؟ این کد خدای این عالمه، همه با اون اینی منو بر میشن، میبندند این وسط، محاصرت میکنن. ها؟ اینو گفت، اومد گفت اسرائیل باید از بین برود. گفتن آقا بدترش کردی که این آمریکا. خدا رحمت کنه حضرت امام، فرمود که آمدن به من گفتن به هر که میخواهی هر چی میخواهی بگو، به شاه چیزی نگو. من به شاه گفتم، آمدن پیش من گفتن به شاه هم میخواهی بگو بگو، ولی به آمریکا نگو. من به آمریکا گفت. چرا؟ او خودش لا میداد که نقطه اصلی کجاست. امام گرفت مطلبو که وقتی به اسرائیل میگه آمریکا یا چیلو قل قل میجوشن. ها؟ امام میدونستن نظر قرآن، اما استدلال میخواست. گفت ببین اگه میخوایی بفهمی نقطه اصلی کجاست، اگه میخوایی بفهمی برای دشمن کجا حساسه، ها یه گلوله بنداز اونجا. اگه انداختی یهو دیدی او آتش ریخت، بفهم این نقطه ضعفش، این نقطه اصل. یه اومد گفت اسرائیل باید جمع شود. خدا شاهده، خدا شاهده، از همون اول اومدن به امام گفتن نگو نگو اینو. خب آن 13 آبان ریختن لانه جاسوسی رو گرفتن. من اصلا به این که اینه که ریختن گرفتن اون موقع کار درستی بود یا غلط بود، ما اصلا به این کاری نداریم. چرا؟ ما هر حرکتی رو میزان همراهیمون باهاش اون مقداریه که ولی امر زمان باهاش همراهی اوجت شرعی. اینشون اومد گفت آقا این انقلاب دوم بود بایی چند. وقتی که ریختن اونجا رو گرفتن، اونایی که میگفتن نقش و انتوسی بنا دائره چیه، به آمریکا پیام دادن گفتن ببخشید معذرت میخواین، یک مش اوباش بودن ریختن اینجا. ها بلافاصله امام اومد گفت انقلاب دوم بود باری کلا نقش و انتوسی بنا دائره. خب اون موقعی که زدیم لانه جاسوسی گرفته شد چی اتفاق افتاد؟ آقا تحریم ها. گفتن آقا دیدی چیکار کردی، دیدی پدرمونه درمونه. اومد جلوتر امام تندگویه با امریکا رو ادامه داد، یهو صدام رو انداختن به جون ما، صدام رو انداختن به جون ما. دقیقا به امام گفتن دیدی اثر کار تو. اومد گفت این صدام رو امریکا فرستاده، مرگ بر امریکا.
ای بابا، بابا کوتاه بیا، هر روز داریم میریم جلوتر، این دائره داره بیشتر میشه. هر چی به امام گفتم دائره داره بیشتر میشه، امام فرمود ما یه دورانی از نقشا انتصیبنا دائره رو اومدیم جلو، هی آمدیم جلو، آمدیم. خدا رحمت کنه حضرت امام از دنیا رفت، ما رسیده بودیم به یه نقطه‌ای که نقشا از انتصیبنا دائره از سوی اون گروه ها رسیده بود به اوج خوده. چرا؟ چون وقتی جنگ تمام شد ما به یه مو بند بود نظامم، به یه مو. اقتصاد خراب، همه چی به هم ریخته. و در رحمت کنه حضرت امام رو، آخرین پیام نیمه شعبان رو مخاطبش چی قرار داد؟ جنگ زده ها حتی ما رو قبول کرده بودیم، آخر کار بود، نیمه شعبان بود، امام مخاطب خودش جنگ زده ها قرار داد. چون جنگ زده ها رو دستمون مونده بودن، نمیدونستیم چیکار بکنیم. آبادان و خرمشهر و مهران و همه رو تحویل گرفته بودیم، همه شهرها خراب. حالا این جنگ زده ها موندن، میخوام برگردن، پولی هم برای ساخت نداریم، اصلا همه چی من هم ریخته. بعدم بابا مردم ما خیلی عالیه، اصلا نمیشه به اینا نمره داد. برادر عزیزمون سردار بود عزیز اینجا هست، میدونه تجربه جنگو. وقتی که عملیات میزدی میگرفتی ها، وقتی برمیگشتی تو اردوگاه یا برمیگشتی تهرون، دنبال شهدا و اینا بودن اما خوشحال. اما وقتی میزدی عملیات نمیشد، وقتی برمیگشتی ها بر فرض مقدماتی، وقتی بچه ها برگشتن دو کوهه چجوری بود؟ اون آهنگران یهو گفت ای از سفر برگشتگان، کو شهیدان ما اصلا دو کوه ترکید. چرا؟ چون نگرفته بود کار. شما در جنگ چقدر شهید داده بودی؟ 220,000 تا. جو حضرت امام فرمود من جام زهر را نوشیدم. بابا رزمنده ها ملت ما، من گفتم باش چشم. اما بعد اخره اون چیزی که دشمن اومد القا کرد، گفت دیدید نتونستی، اینجوری بود دیگه. اونایی که نقش و انتوسی بنا دائره شروع کردن سرکوب زدن، خدا رحمت کنه حضرت امام آخر سر اینقدر این سرکوب ها بالا بود که حضرت امام فرمود بگید دیگه دعا نکنم من زنده بمونم. خدا رحمت کنه از دنیا رفت، همه بار رو تحویل آقا داد، دوباره اومدن خدمت آقا، دوباره این شروع شد. آقا اونجوری نگو. اولین سخنرانی یا مقام از رهبری در مرقد امام ببینید، اولین سخنرانی اونجا اینقدر به آقا فشار رو برده بودن، آقا نمیگو اونجا شروع کردن صحبت کردن، چون به امام میگفتن آقا بیا، به ایشون میگفتن بیا از مسیر امام دست بردار، بیا برو به آمریکا یه بله بگو، بیا یه ولی قربان بگو حل بشه قضیه. ایشون صحبت کرد فرمود که حضرت امام هم اگر قطعنامه رو، ایشون فرمود هرگز حضرت امام به دلیل ترس از دشمن هیچ تصمیمی نگرفت، قطعنامه رو اگر قبول کرد به دلیل ترس از دشمن نبود، مسائلی در داخل بود که اگر یک روزی وقتش رسید خواهم گفت که چرا امام قطعنامه رو قبول کرد. فرمود نه، هرگز امام به دلیل ترس از دشمن تصمیم نگرفت، منم چنین تصمیمی نمیگیرم. نقش و انتصاب بنا دائره گفتن ها، تا یه ها رسیدی به یه نقطه ای که رسیدی به اصل الله الفتح و اصل الله آیا فتح رسید. امروز بنده میخوام بگم در زمان نقش و انتصاب بنا دائره نیستیم دیگه. آیه فرمود اصل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. میخوام بگم امروز رسیدیم به نقطه فیصبحوا، میخوان اینو انکار کنن، میخوان این رخ نده. ما امروز در زمان نقش و انتصاب بنا دائره نیستیم، ما دائره رو عبور کردیم. امروز دشمن در دائره ما قرار گرفته. بیانات مقام معظم امروز گوش کردیم؟ امروز تمام بیانات ایشون این بود که بابا دشمن تو دائره است، ما تو دائره نیستیم. چطور؟ فرمود دل بستی مشکلات اقتصادیتون رو آمریکا بیاد حل بکنه، آمریکایی که بدهکاریش بیشتر یا به اندازه درآمد ناخالص ملیشه. میدونی درآمد ناخالص یعنی چی؟
یعنی هر چی داره خرج در نرفته همه رو حساب بکنی، بیاد هیچی هم نخوره، روزه بگیرن همه ملتشون پولو بدن، باز نمیتونه بده کاری رو بده. فرمود این تو ارتباط با ما میخواد مشکل خودش رو حل کنه. امروز سیدی ببینید، اون روز به حضرت امام میگفتن چی؟ میگم نگو اینو، چرا؟ از بین میری، نابودت میکنن. تو سیبنا دائره وقتی که محاصره شدیم، اجماع جهانی علیه ما شد، ما بین رفتیم. امام فرمود برو بیکاره، خدا گفته لاتر، نه آمد جلو، آمد جلو. رسیدیم به یه نقطه این که خدا فرموده بود اصلا لا انگتی ها بلفر او امر من انده، بله یو خدا امر من اندهی رو آورده، الان میخوان اینو انکار کنن، امر من انده رخ داده. چطور؟ یه روزی این صدام آمد به شما حمله کرد، روزگار ما رو به سبزهای سیاه کرد، یعنی سیاه کرد به این معنا شما هواپیماش میومد خموش، روز یهو حمله میکرد، همه باید میرفتن توی پناهگاه ها تاریک، شما شب تو منطقه وای میستادی، اون وقت نگاه میکردی بصره نور، این وقت خرمشهر خاموش، آبادان خاموش، دسفول خاموش، همه چی این رو ورد روزگار ما رو شب کنه. اون عراقی که صدام با همه وجود آمریکایی اسرائیلی، اون عراق امروز چه خبره؟ آیا راهپیمایی 40، راهپیمایی 20 میلیونی، راهپیمایی که اگر در اینجا عناوین ثانویه نباشه کل ملت ما را میافتن میرن اونجا ها؟ آیا این الفتح نیست؟ آیا این فتح نیست؟ این توصیبنا دائره است؟ ما محاصره شدیم؟ اگر این امر من انده هست چرا نمیگن؟ چرا نمیاد اینو بیان کنه؟ چرا این کتمان میکنن؟ اون اسرائیل، اون اسرائیل لبنان رو گرفت، یک تهدید کوچیک به مصر میکرد، میگم نوکرت، سوریه هیچی نمیتونست بکن. این اسرائیلی که نماد قدرت آمریکا بود، امروز اسرائیل ما رو محاصره کرده یا ما اون رو محاصره کردیم؟ بابا چرا امر من انده رو نباید امرو توضیح داد؟ امروز اسرائیل دائره برایش ایجاد شده یا ما؟ بابا امروز اسرائیل تو دائره است، تو محاصره است. این امر من انده نیست؟ این الفتح نیست که خدا به متعال فرمود؟ امروز فهمیدن که این پیروزی آمده، اینو میخوان انکار کنن. این بدتر از اون زمانیست که حضرت امام رضوان الله علیه هنوز هیچ پیروزی نداشتیم میگفتن. امروز این کسانی که میگن بریم با آمریکا مذاکره بکنیم، امروز اینایی که پیشنهاده کوتاه آمدن در برابر آمریکا رو میدن، اینا میخوان این فتح رو انکار کنن، این امر رو انکار کنن. این بدتره، رخ داده. یعنی انسان یه تردیدهای دیگه ای میکنه. ما مسلمانیم، ما اهل قرآنیم، بله خوف دائره باشه باز به شما حق میدیم، میگیم آقا نمیدونین تو قلبتون چه خبره، اما امروز که فتح آمده، پیروزی مشهوده، الان چرا دوباره میاد میگی آقا این که تو آمدی گفتی ما در سوریه خسارت کردیم موندیم، یعنی در سوریه ما محاصره شدیم؟ چرا چشمتو میبندی؟ اگر محور اونی چه حضرت امام گفت، بله اگر لیدرت کس دیگه است، اگر جای دیگه دستور میگیری خب نگو من ولایت فقیه قبول دارم، او قبول ندارم، بگو آقا من ولایت اوباما رو قبول دارم، اما اگر ولایت فقیه رو قبول داریم، این ولایت فقیه، ولی فقیه چه امام چه الان دارن میگن بابا دشمن اصلی اسلام آمریکاست، شیطان بزرگه و این اسرائیل قلب اینه. خب اگر این هست چرا میای میگی ما در سوریه اشتباه کردیم؟ چرا به دنبال این هستی که ما از سوریه بیام بیرون؟
چرا بگم؟ چرا ایمان تروریست رو قبول کرد؟ چرا اصلا به اونا اجازه میدید که بیان به ما بگن تروریست؟ از چرا اجازه میدید؟ میدونید وقتی که آمریکا میگه شما تروریستید بیان بشینیم مذاکره بکنیم که این قضیه حل بشه، میدونی قبول این حرف یعنی چی؟ یعنی پذیرفتی. ما وقتی رفتیم با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، آمریکایی‌ها در باب هسته‌ای به ما چی گفتن؟ گفتن شما میخوای بمب اتم درست کنی. گفت ببین نداره، بیا بگو ببینم کجا میشه بمب اتم درست کرد، من برم تعطیل کنم. میدونی این یعنی چی؟ یعنی پذیرفتی. اگر این کارو نمی‌کردم من بمب اتم درست می‌کردم. تو باید سینه سپر میکردیم. گفتی نه خیر، من در این حالی که میتوانم بمب اتم درست کنم درست نمیکنم. چرا رفتی پذیرفتی؟ تو پذیرفتی؟ ها؟ تعطیل کردی اونجایی که میشه بمب اتم درست کرد؟ یعنی چی؟ یعنی آره بابا، ما اگه اینا رو تعطیل نمیکردیم درست حرف رو امضا کردی. الان سر تروریستی که بری با اینا مذاکره بکنی یعنی قبول کردی. خب واقعا آمریکایی‌ها به ما گفتن آقا ما تحریم های مربوط به تروریست رو بر نمیداریم، گور باباتون بر ندارید. اما حالا بیایم یه سوال از آمریکایی‌ها بکنیم. این که گفتی ما مربوط به تروریست رو بر نمیداریم، تروریست رو برای ما تعریف کن. چرا ما میگی تروریست؟ ترور معنا داره. چیه معناش؟ معناش اینست که من برم یکی از افراد تو رو یا یه گروه از تو رو پنهانی بزنم بکشم، کسی هم نفهمه. ما چنین کاری کردیم؟ ما تا الان یک سیاستمدار، یه نظامی، یه وابسته نظامی از شماها رو کشتیم؟ ما حتی اون موقعی که به نظر شما حاکمیتمون جا نیفتاده بود، وقتی سفارتخونتون رو گرفتیم تمام سفراتون رو تحویل شما دادیم. سالم پزشک ویژه گذاشته بودیم اینا مریض نشن. اون جنازه هایی هم که خودتون سوخته بودید توی تبس، جنازه ها رو هم تحویلتون دادیم. شما یه مورد بیار ما یه نفر از شما رو ترور کرده باشیم، کشته باشیم، یه جایی نداره، پس چرا میگی ما تروریستیم؟ یا نه تو با اسرائیل مشکلی؟ چیه مشکل؟ چرا میگی اسرائیل باید از سر روزگار محو شد؟ چرا میگی اسرائیل باید بین رفت؟ هر کی با اسرائیل بجنگه تروریسته. خب آقا بریم سر تروریست با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم نبرد با اسرائیل تروریست نیست، این جزء آیات سجده‌دار اوناست. یعنی آمریکا این هویت ذاتیشه، نام اسرائیل رو ببری به سجده میفته. ندیدی این ترامپ و هیلاری برای اینکه در رئیس جمهوری اونجا ببرن در حمایت از اسرائیل با هم مسابقه رو داشتن، به دلیل اینکه اونجا در برابر اسرائیل سجده میکنن. خب تو میخوای بری در باب تروریست با اونا گفتن محور تروریست اسرائیله. یعنی اگر با اسرائیل بد باشی تروریستی، میخوای بری با اون مذاکره کنی، بگی چی؟ بگی نبرد با اسرائیل تروریست نیست، این که از همه اول میگه پشت برو پیکاره. اگر بیای بگی آره تروریست هست حلش میکنم، از خط انقلاب برگشتی، از قرآن برگشتی. چرا؟ چون فهمون که جاهد الکفار و المنافقین وقت از علیهیم، اینقدر بجنگ برو جلو تا کار تمام شه. خب یعنی بازگشت از انقلاب، این بازگشت از اسلام. پس مذاکره سر تروریست خیلی دیگه روشنه. شما با عنوان نقشان اومدید گفتید بنابر خدا آیه قرآن توش در نشون میده، گفتن اگر این آب خوردنمونم بخواد حل بشه باید برجام امضا بشه مذاکره. خدای متعال در این آیه چی گفت؟ گفت یهورون نقش و انتوسی بنا دائره. دکتر جان شما اگر خوب با کار بکنید ما مشکلی نداریم، زندگیتون از اشرافیگری بیدیم و شما اگر زندگیتون از اشرافیگری بیدیم و ثروت هایی که جمع کردید بیاد خرج مستضعفین رو بکنید، اوضاع درست میشه. ثروت هاتون رو بیاد خرج کنید،
جهت اقتصاد رو به ثروت‌های خودتون ندید. حالا در تروریست ما بریم با سر تروریست با اونها مذاکره بکنیم، چشممون رو به همه این پیروزی هایی که اومده. عزیزان من اینو خدمت شما عرض بکنم، ما واقعیت برجام رو از منظر آمریکایی‌ها خوب باید بفهمیم، به همه هم توضیح بدیم تا بدونیم حقیقت برجام اینه که این دائره‌ای که معاصره‌ای که بر اثر انقلاب ما برای اونا پیش اومده اونو بشکنن. این فتحی که خدای متعال برای ما به وجود آورده این فتح رو خرابش کنن، این امر من اندهی که به وجود آمده اینو خرابش کنن. این حقیقته. نیت آمریکایی از این برجام اینه. این واقعه چطور؟ من این کلمات عرض کنم و آقای رئیس جمهور در باب برجام فرمودن این مذاکرات برد برده. کلمه برد برد یعنی چی؟ این در عرف سیاسی معنا داره، یعنی در مذاکرات ما چیزی میخوایم ببریم، آمریکایی‌ها هم چیزی، این صراحت کلامشونه، یه چیزی اون ببره یه چیزی ما ببریم. حالا خب آمریکایی چی میخوام ببرم؟ شما فکر میکنید بر اساس آموزه های قرآن هیچگاه دشمن حرف دلش رو به شما میزنه؟ ابدا. هیچگاه حرف دلش رو نمیزنه. لا تزال تتلع على خائنة منها. هرچی میری جلو میبینی اه یه کار خیانتبار پنهانی ایها آشکار شد. بعد فرمود چی؟ فرمود تازه اونی که تو دلشونه بدت البغضا فی افواههم، تو گفتارشون نگاه کنی دشمنی هم، اما و ما تخفی صدورهم اکبر، اونی که تو دلشونه خیلی گنده تر از این حرفا، یعنی هرگز نمیاد به تو بگی من چیکار میخوام بکنم. خیلی خوب، آقا سوال اساسی ما اینه که آمریکایی‌ها تو این برجام دنبال چی بودن؟ یه اعلانی دارن یه بنهانی. اعلانیشون چی بود؟ این بود که ما نباید بتونیم بمب اتم درست کنیم. شما می حرفو باور کردی، رفتی گفتی آقا جون چیکار باید بکنم؟ گفت این کارا رو بکن. من اگه این کارا رو بکنم تو چیکار میکنی؟ گفت چی؟ پولایی که این ورداری بهت میدم 200 میلیارد اون وقت پول داری دیگه، الان میاد این وقت چه شود؟ رفتی عمل کردی قبل از اینکه او عمل کنه. حتی کیاست مؤمنین رو هم گوش نکردی. المؤمن رو کیس، مؤمن زیرکه. لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مؤمن از دو لانه حیوان موزی دوبار گزیده نمیشه. یک بار دیدی در صفین وقتی خواستن اعلان نتیجه کنن، مالک اشتر به اون ابو موسی اشعری گفت که اگر قرار چیزی اعلام کنی بذار اول اون اعلام کنه. گفت نه خیر تو تندرویی. او اعلان کرد بعد این باخته. الان کیاست مؤمنین به اینا گفته شد که بابا اگر قرار یک متقابلی انجام بشه بگو خب اول اون اجرا کنه. گفت نه خیر او اطمینان نداره، من باید اجرا کنم. خیلی خوب رفتی جمع کردی نشستی به انتظار اینکه پولا بیا امروز و فردا و پس فردا. اینا رو دیگه ماها که نمیگیم. رئیس بانک مرکزی تون باشد رفت اونجا، رفت گفت آقا پولات چرا نمیاد؟ ها چی شد آقا؟ گفت تقریبا هیچ. آقای صالحی، آقای مذاکره کننده، چه شد؟ گفت دبه داره بردن آمریکایی ها. اینا رو ما گفتیم. از همه اینا مهمتر آقای رئیس جمهور، سفیر انگلستان اومده در جلسه با ایشون، آقای رئیس جمهور به ایشون فرمودن که ما به همه تعهداتمون در برجام انجام دادیم، طرف مقابل هم باید انجام بدهد. یعنی چی؟ یعنی انجام نده. و اگر انجام داده بود که اینو نمیگفت آقای رئیس جمهور ما، گفت طرف مقابل هم باید انجام دهد، یعنی انجام ندادن. چرا؟
کیاست مؤمنین رو گوش نکردید، ابی نداره. شما رفتید همه اقدامات انجام دادی، هر چی ضرر بود وارد کردی. ما هم هیچی به ملت نمیگیم آقا چقدر در بوتون ریختن تو اون قلب، چقدر در جمع شدن صندلی روش ها، چقدر در از کار افتادن فردو، ما چقدر ضرر کردیم. هی بیاید بگید نه آقا اینو عیبی نداره، ما چشما رو میبندیم. اما آمریکایی ها دبهشون چی بود و چرا نیومدید دبه رو بگید و چرا کمان کن پنهان میکنید؟ آمریکایی ها به شما چی اعلان کردن؟ گفت اگر میخواهی آنچه که به تو گفتم عمل بکنی، باید قضیه تروریست رو حل کنی. و قضیه تروریست یعنی اسرائیل. و قضیه اسرائیل امروز مقام معظم بری اینو رسما فرمودن، فرمودن دارن به ما میگن از سوریه بیا بیرون، بریم مذاکره کنیم که چی؟ از سوریه بیام بیرون، بریم مذاکره کنیم که عراق رو رها کنیم، حزب الله رو رها کنیم. این تروریست اینه. خب تو اولی اغلای عالم دیدن که اون بدعهدی کرد و بعد الان با اون بدعهد مجددا میخوای بری بشینی مذاکره کنی؟ خب اینجا چه علامت سوالی درست میشه؟ خب آمریکایی‌ها اومدن، شما رفتی بله گفتی، این هسته ای رفتی بله گفتی، یعنی چی؟ یعنی حزب الله رو جمع کردی، حماس رو جمع کردی، کرانه باختری رو جمع کردی، از سوریه آمدی بیرون، عراق رو دادی دست داعش و تمام اینها. اون وقت حتی چی میمونه؟ اون وقت دائره ای که علیه آمریکا ایجاد شده، این دائره بر نمیگرده به تو، اما به یه شکل خطرناکی که جمع کردنش به شما اول نیست. یعنی چی؟ شما صدام همین رو آورد جلو. صدام تا کجا اومد تونست بیاد جلو؟ ما نه تجربه جنگی داشتیم، نه نیروی آماده داشتیم، هیچی. صدام تا کجا ها اومد جلو؟ تا مهران و نزدیکای دهیارا اومد، خرمشهر رو گرفت، تا سوسنگر رسید پلش شدی، همین دیگه اینجا خط آخری بود دیگه، دسفول و اینا رو که نتونست بگیره، بالا اومد نفشهر رو گرفت، اومد بالاتر، بله رسید خسروی، سر پل ذهاب رو نتونست بگیره. هیچی آماده نداشتیم، همه چی به هم ریخته بود. مقام معظم ولی در دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم، نه امروز، دفعه قبل چی فرمودن؟ فرمودن اگر شهدای شما نبودن، ما امروز میباید در کرمانشاه و همدان میجنگیدیم. یعنی چی؟ یعنی با تمام تجهیزات آماده ای که داریم، با همه توانمندی که داریم، اگر اون نیرو رو تونسته بود برسونه لب مرز ما، زده بود، گرفته بود، خسروی، قصر شیرین، سر گل ذهاب، کرمانشاه آلوده شده بود، رسیده بود به همدان، ما تو همدان جازه بخواستیم جلوشه ببندیم. یعنی این اون دفعه نیست. این بیان آقا رهبری خیلی حرف داشت. یعنی به جای اینکه او علیه تو دائره و همه نیروشو ریخته که محاصره تو رو بشکنه، محاصره رو نگه داشتی. خب آمریکایی‌ها وقتی رو زمین نتونستن محاصره رو بشکنن، با چی میخوان بشکنن؟ خیلی راحت جنگ سفیدی که یک ساعت مونده بود پیروز بشه، یک ساعت والله یک ساعت فاصله داشت امیرالمومنین. وقتی حضرت به مالک پیام داد، مالک برگشت، مالک باور نمی‌کرد که این پیام از علی بن ابی طالب باشه، چون حضرت میشناخت. گفت واقعا علی گفته؟ گفت آره. گفت اصلا میدونست من کجا دارم میجنگم؟ یعنی اینقدر مسئله براش تعجب‌ناک بود که علی بن ابی طالب عالم بلقیم گفت آره بابا میدونه. گفت چرا این پیامو داده؟ گفت اگه میخوای زنده ببینیش برگرد. جهو برگرد، میدونی چی گفت؟ گفت من اشتباه کردم. چیه؟ گفت من اول اشعث، بعد گردن تو رو میزدم، بعد میرفتم علیه اونو شمشیر میکشیدم. یک ساعت مونده بود، یعنی محاصره این که رفته بود دشمن رو محاصره کرده بود، یهو به یک مذاکره اومد شد محاصره علی ابن ابی طالب، و علی ابن ابی طالب تو مسجد قم شهید شد.
این میخواد اون مذاکره محاصله رو بشکنه. و بعد حالا اگر اون محاصله شکست، براتون گفتم این دفعه دیگه اون اول کار نیست. یعنی چی؟ یقین بدونی اگر محاصره رو شکون، از اون صفحه زمین براتون میبره بدون تردید، تمام نقاط ما رو با اتمی میزنه، چون بازدارنده نمیده. و یه چند وقت پیش، اینا شعر نیست، اینا شعار نیست، اینا گزارش روی زمینه. مگه دو سال پیش بود، کی بود؟ آقای نتانیاهو وزیر نخست وزیر انگلستان، نگو من به ایران رو با اتمی میزنم. بابا مگه نداره اتمی؟ داره. شما در دنیا نسبت به اسرائیل و اقداماتش بازدارنده‌ای داری در عرف بین الملل؟ نه، اسرائیل نمیزنه. چرا؟ اسرائیل از عرف بین الملل میترسه. تا حالا یه بار دیدی اسرائیل از عرف بین الملل بترسه؟ مقر سازمان ملل رو تو غزه مگه نزد؟ زد. مسئول مقر سازمان ملل در غزه رو باهاش مصاحبه کردن. چیکار کرد؟ های های نشست گریه کردن. او رئیس سازمان ملل کلیه، با اون رفتن مصاحبه کردن، اونم گریه کرد. گوه چرا گریه میکنی؟ گفت که کاری نمیتونم بکنم. اما وقتی مقر سازمان ملل رو زده، ها؟ سازمان ملل هیچ چی نمیتونه بگه. یعنی چی؟ یعنی این اسرائیل در این دنیا هیچ بازدارنده ای نداره. پس چجوری باید جلوگیری کنی از اینکه اینجا رو با اتمی نزنه؟ چجوری؟ ها، اومد گفت من ایران رو میزنم، بلافاصله اینجا فرماندهی کل قوا. فهمون که حالا به تعبیر من اینه، ناخه نمیتونه بزنه. اگر خطا کند من تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنم. خب این میفهمه این چی میگه؟ این که به قول ما بلوف نمیزنه که. و حالا یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری اینه، در طول عمر سیاسی که ما تجدید داریم یک بار دروغ مصلحت آمیز نگفته. خیلی عجیبه، ایشون تالا یک جان یه حرفی نزده که این دروغ باشه ولو مصلحت آمیز. و به همین دلیل هم دشمن دقیقا رو حرفش حساب میکنه. یعنی هیچگاه نگفته من اونجا رو میزنم، ولی دشمن بگه در خالی میبنده، بلوف زده. اسرا و عبدا. شما یادتونه اوائل جنگ ایشون تو منطقه بود، میومد نماز جمعه خون برمیگرد. وقتی من نماز جمعه میخوند از جنگ هیچ چی نمیگفت. این چرا؟ چون اوضاع کاملا خراب بود. میدید هر چی بخواد بگه باید بگه خرابه، اگه بخواد بگه دو خوب عالیه باید دروغ بگه. هیچ چی نمیگفت میره. ایشون فرمود که اولا بداند اگر خطا کند من تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنم. بعد در یک جمله دیگه فرمود در هر سطحی ما را بزنن در همون سطح آنها رو خواهیم زد. آقا جون چیجوری تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنی؟ بعد هم هر سطحی هر سطحی. اون گفته من با اتمی میخوام بزنم. تو مگه اتمی داری؟ مگه نگفتی ساختش حرامه؟ آره. پس چی گفتی؟ بله. آم اسرائیلی ها زود نشستن محاسبه کردن. نه راست میگه. چطور؟ دیمونا رو رو زمین دارن، رو زمین مرکز هسته‌ایه. کافیه بزنی این دیمونا دچار نشت هسته‌ای بشه. تل آویو گداخ شده رفته هوا. این هم اینقدر موشک تو غزه و تو لبنان و تو کرانه باختری گذاشته که الان اراده بکنه در عرض حد اکثر یه دقیقه دیمونا ترکیده. او اگر بخواد ما رو بزنه چقدر؟ حدود 7 دقیقه باید آلا بیاد رو هوا بخوره. لذا گفت خطا بکنی. یعنی چی؟ یعنی شلیک بره بالا، من موشک تو رو هوا ببینم تو تل آویو گداخ شده. لذا این آقای نتانیاهو هم اول پس که رو گواست میگه خب شما اگه رفتی مذاکره کردی در باره تروریست و اینها رو همه رو اونجا جمع کردی، از سوریه اومدی بیرون، از عراق اومدی بیرون، اون وقت چیکار میکنه آقای نتانیاهو؟ میزنن رو زمین برات میداره. این دو تا چهارتاست که اون میخواد این دائره رو به هم بزنه. دو تا چهارتاست میخواد این محاصره رو به هم بزنه. بنابر خدا کدوم عاقلی اینو قبول میکنه؟ خدا به هممون رحم بکنه. او بنده خدا آمد گفتش که ژاپنیا پیشرفت کردن به دلیل اینکه ارتش این رو جمع کردن. آقا فرمودن کدوم عاقلی این حرف رو میزنه؟ این حرف خلاف عقله. امام حسین علیه السلام تو عاشورا
آخر صف هم بود اِلَّمْ يَكُمْ لَكُمْ دِينُونَ فَكُنُوا اَحْرَارًا. بابا بخاطر انسانیتی هم بود این عاقل شما که این دو عالم میبینی. و بعد خدای متعال امر فوق الامر بعد الامر برات میاره. بابا که این ها اینجوری به هم ریخته بودن که دو تا کاندیدای رئیس جمهوریشون اینجوری بیان پته آمریکا رو بریزن همه بفهمن. بابا خیلی معذرت میخوام، اگر به خر اهانت نبود میگفتم همه بفهمن اونجا عجب خر تو خریه. علت این کم که اهانته چون قرآن فرمود اولایشی کل انعام، بعد فرمود ازل. آقا با این آمدن بینو میشینه مذاکره کنه. بابا خدای متعال امر من انده آورده میگه نگاه کن، آفتا و آمد دلیل آفتا، گر دلیلت باید از بی رخ متاب. اینقدر روشن، اینقدر واضح، با این بریم بشینیم مذاکره کنیم. این که الان رسیده به این و امروز خدای متعال امر بعد الامر میاره. آقا شما بیا این آل شرور، یه موقعی میخواستی بگی اینا امریکایی هست نمیتونستی، آلا همه عالم به میگن اینجا امریکایی هست. بله خب راه تو به خانه خدا بستن. بله خدای متعال که من راه تو باز میکنم. چیه؟ بشین فقط یمن رو دعا کن. این اومده اینجوری تمام دور یمن رو بستن، باز میگن این ایران به اونجا اصلا میده. تو آبرو بالاتر از این میخوای از خدا؟ یعنی چی؟ همین که این میان میگه ایران به اونجا موشک داده، بهش بگو آخه احمق، تو مگه همه راه رو نبستی؟ چرا؟ همه این آوهات مگه دور یمن نیستن؟ چرا؟ این از کجا رد شده رفته اونجا؟ آخه تو که میگه این به اونا اسلحه دار، این موشکی که به سمت از جده میگی پرتاب کرده، این موشک حداقل ارتفاعش 90 متره، این 10 متر رو تو کجا پنهان کرده برده که تو ندیدی یگانه؟ آخه یا خالی میبندی نیرو داری، یا اگر نیرو داری خودت داری امضا میکنی. اینا خیلی مقتدره. خب بابا ببین دشمن آورده در حالی که اصلا تو ندیدی به اونا. من به اون احمقایی که اینه میگن میگم آقاشون اگر ما خوب پای کار بودیم باید هم این کار رو میکردیم، منتها را بسته نمیشه. چطور؟ تو بالاخره باید به این آیه سوره عمل بکنی. اون سوره چیه؟ اینه خیلی دوست دارم هم پخش بشه هم دیگران. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، ارسل علیهم طیرا ابابیل. بعد چیه؟ ترمیه به هجارت من. بابا سجیل بده بهش. این اگر سجیل چیه؟ دیدی موشک ها رو؟ 2000 کیلومتر میره نقطه میاد پایین. این اگر الان ابابیل اونجا دارای سجیل بشه، ترمیه فجعله هم که اصل معکول. بابا میزنه سلمان و بلمان و این اصف معکول میکنه. این باید آیات امروز تفسیر بشه. منتها امریکا فکر کنه راه رو بسته. احمق، اون سجیل امانه میخواد بگیره. چطور؟ اون خدایی که ابابیل درست کرده سجیلم بهش میده. تو فکر میکنی اون روز اول گفتن اینا هیچی ندارن، یو یه موشک گفتن که اینا از کجا آورده؟ نگاه کرد اونا نگفت ایران داده. یه خود اومد جلوتر، اونا دیدن اسم موشکایی که تو ایران ها خیلی حراس آوره. ما موشک درست کردیم زلزال، زلزلت الارض، یه موشک خودش درست کرد اسمش گذاشت زلزال. آقا این هم ترسید، یهو گفت آقا تو دنیا کسی غیر از ایران زلزال نداره که. آره پس این ایران داره. زلزال اسمش خود بعد اومد گفت ابن نداره اسمش مؤمن. اومد موشک بعدی و گفت برکان، در حالی که میتونست اسم اونو بذاره سجیل. ولی چی نزار؟ گفت تو میگی زلزال، این زلزال که اصلا اینقدر برد نداره، 800 کیلومتر این رفته، زلزال نهایت بره 250 تا اینقدر میره. اون گفت اینم تغییر اسم برکان، آتش فشان. ایران آتش فشان نداره، یه دونه داره دماوند، اونم خاموشه. این هر چی داره یا سجیله نمیدونم یا شعابه، همه اینا متخذ از قرآنه دیگه. گفت وقتی که ما راه رو
به این جنی های شیاطین به آسمون بستیم، هر کدوم بخوام بیان چیکار میکنیم؟ اتبعهو به شهاب ثاقب، با شهاب میزنیم. گوه آقا ما مأموریم من الله شیطان بزرگ رو بزنیم، با چی باید بزنیم؟ شهاب. خب آقا این اصحاب فیل چی؟ گفت بگی سجیل رو. گفت حالا این که برکانه دیگه، این آتش فشان که نداره. نه، چون ما هرچی اسم داریم از قرآن گرفتیم دیگه. و اینو بدونید این اسم هم بیهوده، از قرآن گرفته نشده، تمام اینو به منگامش عمل کرده. چطور تونستم به مرزهای ما نزدیک بشم؟ شهاب گفت نزدیک بشی آتیشت میزنه. خب خدا اینو فرستاده، خدا این یمنو گذاشته، خدا داره سن میفرسه به سمت نقطه ای که خانه خدا ایشالله که آزاد شد. او وقت دیگه اون فتح بزرگ اصل الله ان یعطی بالفتح. و من اینجا یه پیامی دارم برای اینهایی که دنبال مذاکره هستن، نذارید پشیمانیتون برسه به زمان اون فتح بزرگ. خیلی بی‌آبروییه تا اینجا این ملت ما برای رسیدن به اون فتح بزرگ خوب اومدن جلو. مقام معظم یه چیزی فرمودن انشالله تا 25 سال دیگه اسرائیل نیست. میدونی اسرائیل از بین رفته باشه یعنی چی؟ اینه شیطان بزرگ هست. اگه شیطان بزرگ از بین بره او وقت میتونی بگی عجل علا ظهورک. الان نمیتونی بگی. الان اینی که میگی یعنی خدای منو موفق کن و الا بقیت لالعظام نمیتونه بیان. میتونه بیاد الان؟ مگه خدای متعال بذارش توی سپر آهنین بفرسه؟ و الان به امام زمان پاش برسه کنار خانه خدا کعبه با اتمی رفته هوا؟ نه با. و اینو به شما بگم اگر بخواد با اتمی کعبه رو بزنه خدا جلوش نمیگیره. ما چرا؟ اگر میبینید اند اصحاب الفیل خدا اومد تو میدون، چون روی زمین مؤمنین نبودن، الان مؤمنین ها. گو الان تویی، تو باید ترمیهن باشی، باید بری بزنی. ولی زمان میبینید که چیز رو عوض کردن، اون نماد جمرات رو عوض کردن، ابلیسک رو برداشتن. جمرات نماد شیطان بود دیگه، برداشت یه حد دیوارش کرد، اومد بالا دست کعبه، اون ساختمون گنده رو ساخت که بالا وقتی عکس میندازی تو عکس کعبه یه بند انگشت او یک دست بلند بر سر. هر کاری شما بگی، یعنی اگه همین فردا آمریکا به اینا بگه خونه خدا رو خراب کن، خونه خدا رو خراب میکنم و میشود. بنابراین بقیه فلزان کنار این خانه خدا الان بیاد میزنن شهیدش میکنن. نه، کنار خانه خدا رو دعا کن یمنی آزاد بکنن. بعد که این انشالله اتفاق افتاد، با من سنما دل یک دل کن، وقت گر سن ننهم وانگه گله کن. خدایا به عزت و جلال سوکن ما را برای رسیدن به اون فتح بزرگ موفق بگردان.